ارکبم بر بلندای صخره سترک در حدود هزاره اول پیش از میلاد بنا شده است. متاسفانه بناهای واقع در ارکبم و همچنین بناهای پیرامون آن در برنامه کار باستانشناسان به طور جدی قرار نگرفته است. از این رو بیشتر به گزارش‌های شفاهی مردم و متون تاریخی اکتفا می‌شود. ارکبم را به بهمن ابن اسفندیار نسبت دادند که از شاهان هخامنشی بوده است. در برش برخی از بناهای ارک لایه‌های ساختمانی بیشماری نمایان است که گویای ساخت و سازهای مکرر در ارک و تأیید بر درستی تخمین قدمت متون تاریخی است. آخرین ساکنان ارکبم حدود 150 سال پیش ارک را ترک نمودند. ارکبم از چندین بخش تشکیل شده، بخش حاکم نشین که بر فراز قله صخره است و از برج اصلی و چهار فصل خانه حاکم، چاه آب، حمام و سربازخانه و بخش دیگر فضای مردم نشین و یا شهرک درون ارک است که همچون دیگر شهرها دارای بازار، مسجد، زورخانه، حمام و مدرسه و محل جودا و خانقاه است. در نزدیکی این ارک با عظمت باستانی شهری به نام بم را مردم آن منطقه پایریزی کردند که در مشرق و مرکز استان کرمان قرار گرفته. جمعیت شهر بالغ بر 90 هزار نفر که با حومه آن منطقه بم بزرگ را شامل می شود که متجاوز از 200 هزار نفر در آن ساکن بودند. ساعت 5:28 دقیقه صبح روز جمعه 5 دی ماه 1382 زلزله به قدرت 6.6 ریشتر شهر بم و ارک بم و تعدادی از دهکده‌های دور و نزدیک را با خاک یکسان کرد. طبق اطلاعیه دفتر هماهنگی کمک‌های انسانی سازمان ملل 43200 نفر به علت زلزله جان سپردند و 20000 نفر زخمی و 75600 نفر آواره و بی خانمان گشتند و بیشتر ساختمان‌های شهر به صورت وحشتناکی آسیب دیدند. ارکبم که بزرگترین بنای خشتی جهان است به طور جدی آسیب دید که از اقصی نقاط جهان برای بازسازی این بنا به بم آمدند. زیرا ارکبم و شهر بم توسط یونسکو در فهرست میراث جهانی ثبت شده است. محمود سامنژاد شهردار بم طی مصاحبه‌ای با روزنامه جمهوری اسلامی و گزارش رادیو صدای آلمان میگوید پیشرفت عمران شهری در بم رضایت بخش نیست و این در حالی است که اگر دولت همچون 4 سال اول حمایت خود را ادامه میداد شاید به اتمام میرسید، ولی با روال فعلی بازسازی شهر بم 10 سال دیگر ادامه خواهد داشت.